حملات نظامیان روسیه بر کیف پایتخت اوکراین در حال ادامه دارد که نزدیک به یک ماه از تهاجم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر اوکراین می گذرد. در جریان این هفته جهان غرب معاونت های آینده با اوکراین را هماهنگ خواهد کرد و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای شرکت در یک نشست اضطراری ناتو و دیدار با رهبران اروپایی و رهبران هفت اقتصاد بزرگ جهان یا گروه هفت عازم اروپا شده است. رئیس جمهور بایدن در وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه و تشدید تحریم‌های موجود به خاطر سرکوب تهاجم و به خاطر تقویت تطبیق آن شرکای ما را همراهی خواهد کرد. او در مورد وضعیت درازمدت قوای ناتو در جنای شرقی این سازمان با متحدین ما کار خواهد کرد. رئیس جمهور اقدامات مشترک در مورد افزایش مسئولیت انرژی اروپا و کاهش بستگی این قاره به گاز روسیه را اعلام خواهد کرد. هدف گرفتن دست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است که در حال مذاکره با مسکو می باشد. آقای زلنسکی اشاره کرده است که پس از یک توافق بر تأمین آتش بس حاضر است که در مورد منطقه شرقی دنباس که تحت اداره جدایی طلبان طرفدار روسیه و شبه جزیره کریمیا که در سال 2014 به قلمرو روسیه ملحق ساخته شد صحبت کند. کیف همچنان می خواهد که در بدل ضمانت‌های امنیتی از شمولیت در ناتو صرف نظر کند. آینده این موضوع دیدگاه متحدین و شرکا و این که آنان چه می خواهند انجام دهند بسیار مهم خواهد بود. تنها بیرون کردن نظامیان روسیه کافی نخواهد بود. روسیه باید پول اعمار مجدد آن چیزی را که در اوکراین رخ داده است نیز بپردازد. با باور برخی از تحلیلگران، رئیس جمهور بایدن باید با انقسام دیدگاه‌ها میان متحدین ناتو نیز رسیدگی کند. زیرا برخی از اعضای ناتو خواستار فراهم کردن تجهیزات سنگین به مانند تیاره‌های جنگی با اوکراینند و برخی دیگر می‌خواهند تا از افزایش تنش با مسکو خودداری کنند. در حالی که جنگ در اوکراین ناخوشایند است، یک جنگ وسیع در اروپا اساساً فاجعه بار خواهد بود و نقش اساسی ناتو در اینجا جلوگیری از جنگ جهانی سوم است. بنابراین ناتو باید نقش بازدارنده ای را ایفا کند و روسیه را از پرخاشگری وسیع علیه کشورهای شرق اروپا باز دارد. انتظار می رود که رئیس جمهور بایدن با پولند که میزبان میلیون ها پناهجوی اوکراینی می باشد نیز سفر کند و کمک های اضافی را به خاطر رسیدگی به این پناهجویان اعلام کند. پولند کشوری است که ایالات متحده تعداد قابل ملاحظه سربازان خود را در آنجا افزایش داده تا در دفاع از جنای شرقی ناتو کمک کند. پولند نه تنها در برابر جنگ در اوکراین بلکه در برابر اعزام نظامیان روسیه به بلاروس که موازنه امنیتی را در منطقه تغییر داده است نیز باید ایستادگی کند. قصر سفید احتمال دیدار جو بایدن با پناهجویان اوکراینی در پولند را تایید نکرده و گفته است که با در نظر داشت وضعیت جنگی آقای بایدن با اوکراین سفر نخواهد کرد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.